به نام خدا، با عرض سلام. روزبافشاری هستم از فارکس حرفه‌ای. قصد داریم تا در ادامه آموزش بازارهای مالی در جلسه 68 در مورد استراتژی آر صحبت کنیم. این استراتژی یکی از بهترین استراتژی‌های هستش که در تمامی بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیره و فوق‌العاده مؤثره در عین سادگی و به راحتی تمام افراد میتونن از اون استفاده کنم و روندها رو شناسایی کنم به چه صورتی هستش. در این استراتژی به دنبال پیدا کردن نقاطی هستیم، نقاطی رو شناسایی میکنیم که آخر مسیر هستن و بازار میخواد بعد از اون تغییر روند بده و منطقه بازگشتی رو برای ما مشخص میکنه. بسیار ساده کار میکنه با رسم مقاومت‌های مؤثر بازار و تشکیل کندل برای ورود و حدود سود و ضرر استفاده میشه. زمانهای استراتژی از یک ساعته و به بالا بسیار مؤثر هست، البته در تمامی تایم فریم ها کار میکنه. نمادهایی که مورد استفاده میتونیم توش قرار بدیم فارکس، بورس کالا، بورس و سایر موارد، یعنی تمامی موارد تاییدات اون که میتونیم باش مکمل استفاده کنیم، RSI، کندل، الگو، واگرایی مخفی و فیبوناچی هست. نکاتی که در مورد اون باید بدونیم اینه که خط مقاومتی که رسم میکنیم باید حداقل از 2 برخورد باشه و اگر بالای 4 برخورد باشه بسیار خط عالی هست. زاویه خط باید بالای 15 درجه باشه و اگر بالای 25 درجه باشه عالی هستش. تایم هایی که بسیار خوب کار میکنه 4 ساعته و به بالا خواهد بود. اگر میزان بازگشت بعد از عبور از خط مقاومت زیاد باشه میتونه استراتژی رو مردود کنه که روی شکل در مورد اون توضیح خواهیم داد. در مورد فروش صحبت میکنیم. همونجور که میبینید سیگنال فروش هرگاه که قیمت خط مقاومت رو به سمت بالا رد کنه و بعد از بسته شدن بالای اون بتونه دوباره به سمت پایین حرکت کنه و زیر خط مقاومت کلوز بده، از زیر کندل نزولی جاچو اقدام به فروش میکنه. به عنوان مثال اینجا ما یک مقاومت رسم کردیم. همونجور که میبینید این مقاومت از برخورد 1, 2, 3 و 4 نقطه های هست و بازار بعد از اینکه این نقطه رو رد کرده، این مقاومت رو رد کرده، در بالای اون یک کندل تشکیل داده، به سمت پایین حرکت کرده و تونسته با این کندل یک کندل نزولی زیر این تشکیل بده. تا اینجا ما کلوز زیر این نداشتیم و از اینجا از زیر این کندل میتونستیم اقدام به فروش بکنیم که 3 تا حد سود داره. 1 به اندازه یک کندلی که بازار تونسته بیاد زیر خط مقاومت شکست رو انجام بده. به عنوان مثال اینجا که این کندل شکست رو انجام داده و تونسته زیر خط ببنده، اولین تیپی ما به اندازه این کندله. دومین تیپی به اندازه الگویی هستش که بالای خط مقاومت ایجاد میشه که اینجا الگوی خاصی نداشتیم، فقط این فرمت به صورت یک فلگ بوده در تایم های پایین تر میتونستیم با اون اقدام به فروش بکنیم. و سومین موردی که داره اینه که از لو کندلی که تونستی زیر خط تشکیل بشه تا بالاترین نقطه، یعنی در واقع از این های تا زیر این کندل نزولی، منطقه‌ای هستش که انتظار داریم به عنوان حد سود بازار بعدش حرکت کنه. حد ضررمون هم به تناسب حد سودی که در واقع قرار میدیم متغیر رو میتونیم از اونا استفاده کنیم. بیشتر استفاده اون در واقع یا کندل یا اینکه از زیر کندل تا ارتفاع تا بالاترین نقطه‌ای که در واقع انجام شده میتونیم اقدام به فروش بکنیم. نکاتی داره، اگر قیمت به خط مقاومت برسه و الگو یا کندل بازگشتی خوبی تشکیل بده ولی نتونه اونو به بالا بشکنه، همونجور که در این مثال میبینیم ما یک رزیستنس رسم کردیم
که شیب خوبی رو داشته، بازار به حدود اون رسیده ولی نتونسته بالای اون بره، کلوز بده و دوباره برگرده، ولی همونجور که میبینید در حدود خط رزیستنس با زاویه بسیار بالا شاهد یک کندل دارک کلود و اینگالف هستیم. یعنی این کندل هم دارک هم اینگالف، واسه همین خیلی قدرت بالایی داره و میتونستیم با این کندل اقدام به فروش انجام بدیم. زیر این کندل و اندازه طول این کندل اقدام به فروش انجام بدیم. پس در مواقعی که بازار حرکت میکنه و خط رو به بالا نشکنده ولی در حدود اون یک الگوی خیلی خوب تشکیل میده یا یک کندل بازگشتی خیلی خوب تشکیل میده، ما میتونیم به اندازه اون اقدام به فروش بکنیم. و در مواقعی که بازار خط مقاومت رو به سمت بالا رد میکنه و در موقع بازگشت روی خط مقاومت فرمت صعودی بسته شه، سیگنال خرید به ما میده. به عنوان مثال اگر اینجا دقت بکنید، ما یک رزیستنسی داشتیم، بازار به بالا حرکت کرده اومده و روی همین خط دیگه نتونست به پایین بشکنه، بلکه رو همین خط اگر نگاه بکنید یک کندل پیرسینگ لاین و اینگالف تشکیل داده. یعنی این کندل با این کندل رابطش هم پیرسینگه هم اینگالفه، یعنی کندل فوق‌العاده خوبی برای ادامه روند بوده که همونجور که میبینید بعد از اون بازار دوباره به سمت بالا حرکت کرده. اولین جایی که تونسته بشکونه به سمت پایین اینجا بوده، یعنی ما تازه از اینجا بر اساس استراتژی مورد نظر میتونستیم اقدام به سل بکنیم. پس در مواقعی که خط رزیستنس میشکنه و در حدود روی خط کندلسی که خوبی میده، ما انتظار نزول نداریم بلکه ادامه مسیر محتمل هست. میتونیم صبر بکنیم تا شکست تکمیل بشه مثل اینجا و بعد اقدام به فروش بکنیم. ولی در مواردی که مثل اینجا میشونه، میاد روی خط یه فرمت خوبی رو تشکیل میده، تازه ادامه مسیر رو خواهیم داشت و هنوز بازار سل نشده. سیگنال خرید هرگاه که قیمت خط مقاومت رو به سمت پایین رد کنه و بعد از بسته شدن زیر کندل مورد نظر دوباره به سمت بالا حرکت کنه. یعنی اول یک مقاومتی داریم که 1, 2, 3, 4, 5 برخورد داره، بازار تونسته بیاد زیر اون و زیر اون کلوز بده، یعنی همینجا همینجا و همینجا کلوز داده و بعد تونسته با یک کندل صعودی به سمت بالا حرکت کنه و بالای این خط رزیستنس یک کندل صعودی تشکیل بده. در این موارد میتونیم در واقع اقدام به خرید بکنیم از بالای این کندل، که همون جور که توضیحات رو خدمت اعلام کردیم تیپی های ما 1 به اندازه این کندل هست، 2 الگویی که اینجا تشکیل شده که ما اینجا الگویی نداشتیم، 3 به اندازه بالاترین نقطه این کندل تا پایین ترین دره که تشکیل شده، یعنی در واقع این کندل و کندل قبلی. این فضا رو انتظار داشتیم بازار بعد از اینکه به سمت بالا حرکت کنه پیش بره. حد ضررهامون هم به تناسب حد سودی هستش که انتخاب میکنیم و دقیقا همون نکته‌ای که در مورد فروش گفتیم در مورد خرید هم مصداق داره. اگر قیمت به حدود خط مقاومت برسه و بتونه یک مورد الگو یا یک کندل خوب بازگشتی رو بده، میتونیم با اون اقدام به خرید بکنیم. به عنوان مثال ما اینجا یک رزیستنس خوبی رو داشتیم که بازار مدت ها روش جواب میداده و در حدود خط یک همر صعودی تشکیل شده همونجوری که میبینید و بعد بازار به سمت بالا حرکتش رو انجام داده. در مواردی که قیمت خط مقاومت رو به سمت پایین رد کنه، یعنی ما اینجا یک مسیر نزولی داریم، بازار به سمت پایین رد میکنه خط مقاومت رو، دوباره بازگشت میکنه و در موقع بازگشت روی خط مقاومت، یعنی در واقع این زیر، بتونه یک فرمت نزولی تشکیل بده، سیگنال سل داریم. پس حرکت داشتیم، نزول کرده، اومده بالا و در حدود خط همونجور که میبینید یه دونه الگوی اینگالف داده، یعنی این کندل و کندل قبلی به صورت اینگالف بوده
ما اینجا در واقع ادامه مسیر نزولی رو پیش بینی می‌کردیم که اتفاق بیفته و بازار به سمت پایین بره، این تیکه مربوط به نمودار طلا هست. پس در مواقعی که بازار دچار هیجان میشه، شکست انجام میشه، تا بالا نیامده در حدود خط بتونه زیر اون یک فرمت نزولی خوب ببنده، ادامه مسیر نزولی رو انتظار داریم از قیمت. همجور که میبینید نمونه هایی از استراتژی آر رو داریم با هم بررسی میکنیم. در اینجا یک مقاومتی داریم در تایم دیلی که بازار به سمت بالا حرکت کرده، 1, 2, 3, 4 و با یک کندل به سمت بالا اون شکنده و بعد تونسته به سمت پایین حرکت کنه، اینجا یک نزولی ببنده و بعد ریزش شروع شده. یعنی فوق العاده این استراتژی به ما نقاط بازگشتی خوبی رو مشخص میکنه و میگه در یک روند صعودی که فعلا وجود داره چه زمان بهترین موقع اقدام به فروش هست، یا در مسیرهای نزولی چه زمانی شرایط خوبی برای خرید هستش. در این مسیر نزولی که داشتیم 1, 2, 3, 4, 5, 6 و در حدود خط مقاومت، همونجوری که میبینید این دو کندل نسبت به هم، هم پیرسینگ لاین هستن و هم اینگالف هستن و بعد از اون انتظار داشتیم بازار این مسیر 53 پیپو به سمت بالا حرکت بکنه. موارد زیادی از این استراتژی وجود داره که میتونید ببینید. به عنوان مثال در اینجا 1, 2, 1, 2, 3, 4 حرکت به پایین و بعد اومده بالای خط بسته شده و همونجور که میبینید این کندل، کندل قبلی رو اینگالف هم کرده. بعد از این انتظار داشتیم که مسیر 65 پیپ به سمت بالا حرکت کنه که حرکت رو انجام داده. همونجور که میبینید اینجا ما یک مقاومت خوب هم داشتیم تو این تایم فریم. دوباره نمونه از استراتژی آر، 1, 2, 3, 4 حرکت سنگینی به سمت بالا، یک ریزش، بسته شدن کندل، انتظار حرکتی، گام اول 63 و نهایتا تا 84 پیپ بعدش بوده که انجام شده. و موارد دیگه که میبینید 1, 2, 3, 4 حرکت به سمت بالا، بسته شدن به سمت پایین و انتظار 85 پیپ که حرکت کاملی رو بعدش انجام داده. در مسیر نزولی 1, 2, 3, 4, 5 تونسته بازار بشکنه، برگرده و در اینجا با این کندل بالای اون ببنده. همونجور که میدونید این استراتژی کندل های خاص هم هست، یعنی ما بعد از این هم انتظار داشتیم بعد از اینکه این کندل های کندل مورد نظر، یعنی این کندل رو بزنه، انتظار داشتیم تا بنده حداقل 97 پیپ یعنی طول این کندل و حد اکثر تا لو اینجا یعنی 155 پیپ به سمت بالا بره که این استراتژی همراه شده با استراتژی آر و تونسته بازار بعدش مسیر 220 پیپی رو به سمت بالا بره. نمونه های خیلی زیادی وجود داره. به عنوان مثال در همین جا یک مسیر نزولی صعودی داریم، به سمت بالا حرکت کرده، زیرش کلوز شده و انتظار داشتیم بازار 63 پیپ به سمت پایین حرکت بکنه. استراتژی خیلی خوبی هست که میتونید از اون استفاده بکنید روی همه ارزها، روی همه نمادها بسیار خوب کار میکنه. به عنوان مثال الان در گولد دیلی اگر دقت بکنید مسیر صعودی رو داشتیم اینجا که 1, 2, 3 بالای اون رفته، بسته شده، این کندل با کندل قبلی اینگالف بوده که انتظار داشتیم بعد از اون بتونه 308 پیپ بریزه و اینجا یه استراتژی آره دیگه هم به این صورت داشتیم اگر دقت بکنید که انتظار داشتیم بعد از این که بتونه با استراتژی آر اول این 308 پیپ رو بریزه
و بعد از اون انتظار داشتیم که زمانی که به اینجا رسیده 1310 پیپ تا نهایتاً 650 پیپ دیگه ریزش کنه که تا الان 780 پیپ اون رو ریزش کرده. دو استراتژی آر در یک مسیر و زمانی که اینجا طلا به سمت بالا شکونده بوده هنوز سل شروع نشده بوده. بسیاری از دوستان دنبال نقاط مناسبی برای فروش هستن. همونجور که می‌بینید ما تازه اینجا انتظار داشتیم مسیر ادامه پیدا کنه، یک رزیستنس تونسته بالا بشکنه و با این کندل اولین هشدار فروش رو داده و اولین سیگنال رو داده، انتظار داشتیم حرکت بکنه. یعنی ما در اینجا اول انتظار داشتیم یه 300 پیپ بریزه با یه 300 پیپ استاپ لاس، تا اینجا 100% رو گرفتیم و از اینجا به بعد تازه 600 خورده پیپ که بازار تونسته حرکتش رو انجام بده. در تایم های مختلفی این استراتژی کار میکنه و خیلی از افرادی که طلا رو انتظار داشتن روی 1900 دلار به سمت بالا حرکت کنه ولی پیش بینی قیمت های پایینی رو برای طلا داشتیم، به خاطر این بود که 1 2 3 حرکت به سمت بالا، تشکیل یک کندل به سمت پایین و بسته شدن، که این کندل اگر دقت بکنید یه چیزی حدود 390 پیپ هستش که ما انتظار داشتیم 390 پیپ رو بریزه و 390 پیپ تقریبا میشه قیمت 11.41 که تا 11.77 رو ریخته. یعنی اینجا توی تایم بالا هم این استراتژی رو داشتیم و به خوبی تا اینجا عمل کرده. برای اینکه بتونیم موارد بیشتری رو ببینیم چشمون عادت کنه نیاز داریم تا بیشتر تمرین کنیم. استراتژی فوق العاده عالی واسه انتهای مسیر، پیدا کردن نقاط و منطقه هاش، معاملات در جهت هستش، خصوصا مواردی که مسیر به عنوان مثال نزولی هست، بازار ریزشی میکنه به سمت بالا میاد، یه استراتژی آر میده و از اونجا میتونیم یک فروش خوب رو انجام بدیم و نقطه ورود رو با استراتژی آر به دست بیاریم و بتونیم مسیر خوبی رو با این روش استفاده بکنیم. این جلسه در اینجا به پایان میرسه. با آرزوی موفقیت و پیروزی شما، خدا نگهدار. Thank you.